برگشتیم در ادامه برنامه. لیگ فوتبال زنان برگزار شده، لیگ الف، که تیمای مختلفی در لیگ حضور دارن. ایمل جان، نزدیک دو هفته است که این لیگ شروع شده و جریان داره و هنوز هم تا یک هفته آینده قرار است که جریان داشته باشه و برنامه نهاییشون هم تاریخ 8 مارچ قرار است که برگزار شود. مهمانان ما سامه حماسی هست، مربی تیم آشیانه، گیسو جان که از تیم مهرجو هستند، و آرزو انوری هم از تیم پیروزی. آرزو جان، صبحت بخیر، خوش آمدیم. سلام، صبح تمام بینندگان تلویزیون طلوع و همچنان کارمندان تلویزیون طلوع بخیر. من آرزو انوری هستم، یک تن از بازیکنان تیم پیروزی. بسیار خوش آمدین و سامه حماسی خوش آمد. عباس آفریدی میگه در آشیانه. فعلا که خوب است. خوب، با درود سلام خدمت شما و تمام هموطنان عزیزم. امید که صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. بیا کمک که مرا علاقمند آشیانه ساختی، از اون تفلک ها بر ما قصه بکو، بگو که چطور استعدادار اونجا میتونین شما پیدا بکنین. خوب، آشیانه جایی است که خانه تمام اطفالی که آسیب پذیرستن هست. بلد. و اطفالی که اونجا اطفال کارکن و روی سرک هستن، اطفالی که کارهای شاقه در روی سرک یا در بعض جای که بالای زون انجام میشه، و ما اونا را همه ساله سروی عمومی میکنیم و مدت یک سال اینا را تحت سرپرستی خود میداشته باشیم. در اونجا درس میخوانند بیشترشون که اصلا مکاتب به اینا مکتب نمیرن. بعد از یک سال اونا را ما تشویق کرده و خواندن نوشتن که یاد گرفتن، نظر به استعدادشان به همکاری وزارت معارف اینا را در مکاتب دولتی شامل میکنیم. بگن بسیار قصه که شیرین دارن اطفال، نه که میان اونجا قصه میکنن گپ بزنن. باز برای فوتبال هم تانستین که استعدادها را پیدا بکنین در بین اینا؟ خودم از زمانی که اونجا کارمندم، قبلا خودم اونجا در بخش نقاشیشان کار میکردم و فعلا حالا از بین خود از متفلا ما استعدادیابی کردیم که از بین دخترها و پسرها ما مسئولیت تیمشان دارم و از بین دخترهاشان یک تیم تشکیل دادیم که فعلا در این مسابقات حضور دارن و تا حالا در سطح جدول هستن و بله. حتی تانستن که در تیمای ملی را پیدا کنن. بله، آرزو گیسو جان هم خودت هم خوش آمدی، صبحت بخیر. سلام و گرم خود به تمام شما و دو گوینده موفق ایمل جان و مریم جان تقدیم میکنم و تمام کسایی که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنن. گیسو رسولی هستم، یک تن از بازیکن تیم مهرجو. بله، خوش آمدی. از چه وقت خورکم ورزش آغاز کردی؟ کدام قسمت میدان خودت بازی میکنی در فوتبال؟ خب مدت دو سال میشه که من در تیم فوتبال هستم و بسیار علاقه دارم به فوتبال و خودم در بخش حمله مرکز بازی میکنم. خب این علاقه مندی از کجا پیدا شد؟ کسی دیگه هم بود در فامیل، دوستت بود یا کدام آشنایت بود که فوتبال میکرد خودت هم علاقه من ساخت بری به طرف فوتبال؟ خب برادرایم زیاد مرا بسیار تشویق کردن، در این رسته خودشان هم بسیار ارتقا کردن و ما بسیار علاقه مندی خواسته که به این فوتبال داشتم. این برادرای چی میگفتن برای گیسو جان؟ خب برادرایم هیچ وقت نگفتن که تو فوتبال نکو، به خاطر که مرا بسیار تشویق کردن که ما تا به اینجا رسیدیم. خب سامه جان، میخوام در مورد ای لیگ بر ما بگویی که با چه هدف ای لیگ شما برگزار کردیم، در مورد تیمایی که فعلا مسابقه دارن و حضور دارن در این لیگ بگو بر ما بیشتر. این مسابقات به یکی که به خاطر 8 مارچ برگزار شده و هدفش همی است و یکی هم که گروپ های حلف است و میتونه از جریان از این مسابقات 3 تیم که اول دوم سوم است میتونن در رده های برتر به عنوان حضور داشته باشن و همچنان استعدادهایی که در گروپ الف است اینا رو بتونن در رده های سینی تیم ملی که 14 سال تازه تشکیل میشه و انتخاب کنن. بله، آرزو انوری هم بر ما میگه که چه وقتی لیگ آغاز شد؟ لیگ تقریبا روز یکشنبه آغاز شد، دمی یکشنبه هفته قبل آغاز شد که مسابقه اول از تیم مرجو و پیروزی بود که دو بازیکناش هم همینجا هستن. شروع شد که این مسابقه مساوی شد بین این دو تیم که یک یک مساوی کردن و مسابقه بعدی هم ادامه داره که فکر کنم امروز هم تیم مرجو مسابقه داره. امروز هم تیم مسابقه داره؟ امروز مسابقه داره تیم مرجو. فکر کنم بله. خودتان به صفت تماشاچی هم میرین یکم دفعه میبینین بازیاره؟ خب در مسابقات لیگ برتر میرفتیم میدیدیم، در این مسابقات هم بودیم میدیدیم مسابقات، ولی زیاد امکانات فراهم نیست که بله. بازیکنان بازی کنن. آرزو جان چطور بود شور و شوق بازیکنان؟ چقدر به مو دلگرمی داخل میدان میشدن؟ این طرف و طرف میدان میدویدن؟
بازیکن‌ها خیلی دلگرمی دارن به فوتبال و به خصوص که در جامعه افغانستان که هست هیچ دخترها اجازه کار ندارن که فوتبال کنن. بله دخترها بازم با بسیار شوق شور میآیند و اینجا بازی میکنن که ما مسابقات دیدیم بسیار زیاد با خوبی میآیند و بازی میکنن و تمام کوشش تلاش خود به خرج میدن. بله سامه جان چند تیم اشتراک کرده در این لیگ؟ در حدود 8 تیم حضور دارن. همیشه از کابل هست یا از ولایت ها اشتراک کردن؟ نه این فقط لیگ الف بانوان کابل است و فعلا تنها کابل اشتراک کرده و تیمایی که فعالیت داشتن در کابل. بله گیسو جان اولین چیزی که مربی براتون میگه پیش از اینکه داخل مسابقه شوین هم کرده هم جمع میشن نه؟ باز یک تعات میبندن چی میگه مربی اونجا؟ فقط میگه که درست بازی کنین، با فکر بازی کنین، واش کنین، خدا آگاه نکنین. یگان دفعه صدای مربی تا نمیشنوی که سرتون صدا میکنن کی کار کنین و کار کنین؟ بیشتر زیاد میشنویم و مربی ما بسیار ما رو تشویق میکنه. چرا ورزش انتخاب کردی؟ گیسو جان نظر به شوقی که داشتم. خب سامه جان خودت مدت زیادی است که فوتبال میکنی و میخوایم بگویی از تجربت علاقمندی دخترها به فوتبال از سالهای قبل تا حالا زیاد شده فکر میکنم و هر روز این تعداد هم بیشتر میشه و علاقه پیدا کردن که بیاین و فوتبال کنن. خب در سالهای گذشته آقدر بانوان علاقه مندی نداشت با اینکه شرایط مناسب نبود حتی فامیلا حراس داشتن که دخترشان بتانه در جامعه حضور داشته باشن و در جامعه فعالیت بکنن اما با اینکه فعلا میبینیم نسبتا شرایط خوب است و با اینکه فضا فضای سال هست و بیشتر بانوان تشویق میشن با اینکه میبینن فعالیت های زیادی در بخش ورزش هستن و حضورشان پر رنگ است فعلا. بله آرزو انوری استقبال چطور بود؟ چقدر مردم تشویقتان کردند در آغاز مسابقه لیگ؟ در آغاز لیگ مردم خوب استقبال کردند و تشویق میکردند که ما میتونیم یک ایره پیش ببریم و همچنان ما خود ما همچنان بسیار زیاد به این تشویق خود ما را میکردیم که ما بتانیم یک مسابقات خوب را بر هموطنان خود بازی کنیم و بتانیم بر از اونا تقدیم کنیم و ما این مسابقات به نام صلح آغاز کردیم بالی. که صلح هم تبریک میگم به تمام افغانستان که صلح تانستیم بعد از بیاریم و انشاءالله که سال پایدار باشه که ما سال ها نتانیم از دست انشاءالله چقدر مردم با خوشحال بودن نیداری چند روز و خوشحال هستن مثل از این که مردم ها در ننگرها را تن میکردن در پکتیا و بعضی ولایت های دیگه تا در سمنگان هم دیروز و پریروز بر آمده بودن به جاده ها آرزوی انوری آرزو جان انوری چی پیام داره خورک؟ من سال ها به تمام افغانستان تبریک میگم و بر فامیلای افغانستان یک بیان دارم که لطفا دخترای خود در خانه قید نکنین و بذارین که اونا درس بخوانن و تحصیل کنن به افغانستان خود خدمت کنن. زنده باشه گیسو جان بر ترزوی موفقیت داریم بخیر لبخندت هم میخواییم که بیشتر ببینیم و همونطور همیشه همونطور قهرمان میدان باشین و بانو حماسی از خودت هم تشکر میکنم. بله ما دوستان منتظر پیام های شما هستیم از طریق واتساپ میتونین بر ما پیام بگذارین اگر میخواین مهمان ما باشین در بامداد بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردیم و خبرهای ساعت 8 هم تقدیم شما. دوستان عزیز سلام برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.